باروخ هشم رسیدیم به پرک شمینی، پرک هشتم از سفر مسلات اشاریم رمحر. حالا موشه خیم رساتو زخوتو یکن علینو، و بالاخره هر ماهیگیری احتیاج به چی داره؟ به تور یا به چوب ماهیگیری داره. همینطورم برای زریزود این بحث چندین ماهی که داریم و این خصلت زندگی که بعد بزدتشم بهش دست پیدا بکنیم، احتیاج به وسیله داریم، به درخ کنیت از زریزود. این که چطور زریزود رو بتونیم کسب بکنیم، به دست بیاریم، صاحب بشیم. پس تا الان ما توی این چندین تا فصل توی زریزود توضیح دادیم که یه الماسی هست در اون ور دنیا. گفتیم خب به چه درد میخوره؟ گفتیم این الماس چقدر به درد میخوره، چقدر سود داره، چقدر امتیاز داره. گفتیم خب چجوری ازش مصرف بکنیم؟ گفتیم میتونیم به این مورد از این مصرف ازش استفاده کنیم. حالا میگیم خب حالا چجوری به دست بیاریم؟ زریزوت رو بعد از اینکه ما این همه توضیح دادیم واجبیتش، ضروریتش، سود و منفعتش رو توی زندگی، الان میگیم حالا چجوری اون رو به دست بیاریم. اینه ها امسایم اشم نکنه بام ها زریزوت، هم اتام اشم نکنه بام ها زهیروت. اگه یادتون باشه پرک و مباحث اولی که ما با هم شروع کردیم، پرک یا مباحث زهیروت بود. زهیروت یعنی پرهیزکاری. بعد اومدیم روی بحث زریزود یعنی تحرک، سرعت عمل. میگه به همون طریقه که آدم زهیروت به دست میاره، به همون طریقه آدم زریزود به دست میاره. و میگه اون مدرگوته هم به مدرگوته هم، که همونطور که درجات زهیروت متفاوته، همونطور هم درجه یا درجات زریزوت متفاوته. همونطور که زهیروت رو درجه به درجه انسان کسب میکنه، همینطور هم زریزوت رو درجه به درجه. پس یعنی این که آدم یک بار بتونه عضله دستشو قوی بکنه، اون موقع میتونه عضله پاش هم قوی بکنه، میتونه عضله شکمش هم قوی بکنه. این که آدم یاد بگیره چطور رو خودش کار بکنه، چطور کنترل خودش رو در دست داشته باشه، قبول بکنه که همه چی ذره به ذره، درجه به درجه پیش میاد و نه یک دفعه، و هیچ کلید جادویی نیست. حکما شکادفتی لمال، همطوری که ما قبلا حراب میگه توضیح داریم که این یانام کاروز لازم آد. میگه خیلی این دوتا بحث، این دوتا موضوع با هم نزدیک هستن، زهیروت و زریزوت، پرهیزکاری و پرکاری. و این هفرش بنیم الاش زه به اسین و زه به لاوین. و تنها فرقی که بینشون هست، کارهایی که آدم نباید بکنه لطعسه خداوند دستور داده، نهیه لطعسه don't do it، انجام نده. اینها چی هستن؟ اینها زهیروت هستن. و فرامینی که خداوند دستور داده انجام بدیم، امر اسه، اینا زریزوت هستن. یعنی ساتان یا طبیعت انسان برای هر چارایی که ما توقف میکنیم یه دست اندازی گذاشته، چه بخوایم راست بپیچیم، چه بخوایم چپ بپیچیم، چه بخوایم کارهایی رو که نباید انجام بدیم انجام ندیم، چه کارهایی که باید انجام بدیم و انجام بدیم. بخشر اتمعد اصل آدم گودل ترخ همیسود و رف حواتو با هم و دای شیطرالی با الهابودا ولو یت رپه میمینا. در واقع
کلید اصلی در احساس و فکر ماست. کسی که در خودش این میل، این علاقه و این کانکشن، ارتباط رو، اتصال رو با میسوت پدید بیاره، بفهمه که تا چقدر مهم هستن، هم پرهیز میکنه که اونها رو زیر پا نگذاره و هم زریزود پرکاری به خرج میده که اونها رو انجام بده. پس تا آدم ارزش یک گلدون آنتیک ندونه، ازش نگهداری نمیکنه، براش خرج نمیکنه، براش وقت نمیگذاره، تمیزش نمیکنه، از آفتاب اون رو دور نمیکنه، یک جای امن نمیگذارتش. همش چرا این کارا رو میکنه؟ چون به ارزش این گلدون آنتیک پی برده. متاسفانه چون ما نشامامون رو، زندگیمون رو، عمرمون رو مجانی از خداوند میگیریم و گرفتیم، ارزشی براش قائل نیستیم. برای پولمون ارزش قائل هستیم، اما نه برای جونمون. چه جونمون در این دنیا علامزه و چه جونمون در اون دنیا در عالم حبا. ما اینکه یک ذره اگر کولر یا بخاری کم و زیاد بشه، سرما و گرما ما رو آزار میده، صدامون در میاد، میخوایم با گرما و سرمای اون دنیا چیکار بکنیم؟ حداقل تو این دنیا یک ساعته، فوقش هم طرف میتونه پاشه از اتاق بره بیرون، اما در اون دنیا چی؟ ابدیته و هیچ جای فراری هم نیست. بمدن میگه کسی که واقعا به اهمیت میسوت پی ببره، هم مواظبه که اونها رو زیر پا نگذاره و هم مواظبه که به خوبی اونها رو انجام بده. پس میگه اون موتیویشن، اون انگیزهی که در انسان هست که انسان رو بیدار بکنه، اونه که میتونه راه نجات رو برای انسان باز بکنه. تعریف میکنه در مورد یک پادشاهی که این خیلی خش و عصبانی مزاج بود، مخصوصا اگر کسی اونو از خواب بیدار میکرد. یه بار در اتاق بغل قصر آتش سوزی میشه، همه ترس و لرز که چجوری اینو بیدارش کنن، چون میدونستن اگه بیدارش کنن سرشون بداره. گفتم این چیه؟ با تخت خواب از اتاق میبریمش بیرون، اون که هنوز خوابیده. میان تا دم در میبینن تخت خواب پهناش از پهنای در چیه؟ بیشتره، رد نمیشه. گفتن خب کجش کنیم؟ خب کجش کنی که این بیدار میشه. خلاص انبا اقسام، گفتن دیوار رو سراخ کنیم، انبا اقسام آیدیاد اومد سر این وازرا. خوابی گرال تا این که تا نه در گوشی صحبت میکرد، تا این که یک کدومشون میگه آقا شما فقط لازم اینو بیدارش بکنی، خودش آتشو که ببینه پا میذاره به فرار. بعض موقع فقط لازمه که ما خودمون یا افرادو فقط یه ذره بیدار بکنیم، خودشون موقعی که خطر و ضرر رو حس بکنن خودشون بهتر عمل میکنن، تا اینکه ما بخوام هی دلسوزی براشون به خرج بدیم در هنگامی که هنوز خوابن. کار خودمون رو صد برابر داریم میکنیم. اول بیدارش بکن. هرچی میگه اول بیدارش بکن، بعد که بیدار شد خودش به کمک خودت خودش رو نجات میده. ولی تنهایی نخواهیم از دورا دور همش دست دیگران یا دلسوزی دیگران به خرج بدیم. چرا؟ چون خسته میشیم، نمیتونیم، یا حتی اگرم بتونیم صداشون در میاد چرا این کارو کردی؟ نمیفهمن که تا جهت این موعد موضوع براشون چی داشت، ارزش داشت. و راستش هم بخواید، اینو تو پرانتز میگم، اینو شما ننویسید، چون من دارم تو پرانتز اینو میگم، نشنیده بگیرید اینی که میگم. راستش بخواید بعضی موقع حتی خداوندم همین تئوریو داره، میگه بذار سرش به سنگ بخوره خودش آدم میشه، خودش بیدار میشه.
یوسف رو خداوند میتونست جلوشو بگیره، اما گفت بذار بره مصر. بذار بره مصر دیگه متوجه میشه که چطور با برادرش رفتار بکنه و دیدیم همینطور هم شد. رفت مصر، طعم قربت رو شنید. اون موقع است که با همون برادرهایی هم که فکر میکرد اشکال دارن هنوز حاضر به سازگاری شد. بعضی موقع یک سری موضوعها به نفع شخص که قدر عافیت بیاد دستش. ولی ما همیشه تو تفیلا میخونیم چی؟ خداوند ال تبیعن و لیدن نیسایون، ما رو به مرحله آزمایش نیا. ولی اگر طرف گوشه بده کار عقل هوشیار نداره، خودش با دست خودش هی خودش رو تو چاه میندازه، بالاخره یه روز هوشیاری براش فرا میرسه. We try our best، ما سعی خودمون رو میتونیم بکنیم، ولی نمیتونیم بجویم غذا رو بذاریم تو دهنش. فقط میتونیم بذاریم تو بشقاب، بذاریم جلوش. اما اگر دیگه خودش نمیخواد بخوره، ما که نمیتونیم بجویم بذاریم تو دهنش. چون اگر این کارو بکنه چیکار میکنه؟ توف میکنه بیرون، تمام زحماتمون هدر میره. نمیفهمه که تا چقدر ما داریم برای زحمت میکشیم یا دلمون براش میسوزه. بذارید قسمتی از مسئولیتم به عهده خودشون باشه، خودشون یک ذره شریک نجات خودشون باشن. بفرمایید. وقتی که این موضوع رو برای پدر مادرها و بچه‌ها می‌ذاریم، خیلی اتفاق می‌افته که به بچه‌ی ما می‌گیم این کارو نکن یا درست نیست. ولی بازم دلمون می‌سوزه، نمی‌خوایم. یعنی باید ولش کرد خودش کنه. اولا که ببینید، طریقه گفتن داریم تو طریقه گفتن. بعض موقع است که ما طریقه گفتنمون جوریه که گوش اونها رو میبنده، قلبشون رو میبنده. اینها اونجوری که میخوام بشنون نمیشنون. یک، پس همه تقصیرات هم طرف مقابل نیست، طریقه برخورد ما هم هست. بگیم طریقه برخورد ما هم درست باشه. بگیم هنوز تا یه حدی انسان میتونه زندگی دیگران رو تحت کنترل داشته باشه، نهایتا تصمیم گیرنده اصلی برای زندگی شخص خودشه. حالا ما دلسوزی به قول شما یا پدر مادر یا دوست آشنا یا همسایه ربا تا یه حدودی دلسوزی میکنیم، هنوز نباید به حالتی باشه که شرکت و دلسوزی اونها رو کاملا دیگه نفع بکنه، که طرف بگه تو میخوای من بیام، تو خودت برو پس برام لباس بخر، تو خودت برام ماشین اوردر بده، تو خودت میخوای من بیام، من که نمیخوام بیام. به طور مثال میگم، دیگه خودشون رو کاملا معاف میدونن و از ما سواری میخورن، همه زحمت ها به عهده ما میشه، آخرش هم تمام کلیما سر ماست که تو گفتی، تو خواستی، من نمیخواستم بیام. بله، فقط از بحث خارج نشیم. میگم بستگی به طریقه داره. بعضی موقعا با تشر بیشتر کمک میکنه، بعض موقعا با ناز و نوازش. بستگی داره به هر سیچویشنی، هر موقعیت فرق داره. بعض موقعا گل کاکتوسه که خار داره، بعض موقعا گل نرمه مثل گل روز لطافت داره. هر کیسی فرق داره. آدم نمیتونه همه بچه‌هاشو یه جور تربیت بکنه، یا همه خواهر برادرها یا در و همسایه ها رو، افراد رو یا شاگردای کلاسش رو یک جور با یه چشم با یه چوب بخواد پرورش بده. فرق دارن افراد با هم دیگه. اما برگردیم اینجا که میگه تا هوشیاری طرف پدید نیاد، نمیتونه شخص از خودش همت زهیروت زریزوت به خرج بده. پس همونطور که اون جرقه‌ای که انسان رو بیدار میکنه، مشتعل میکنه که بخواد زهیروت داشته باشه، مواظب باشه، دست از پا خطا نکنه، همونطور هم همون جرقه است که شخص رو بیدار میکنه، موتیویت، اکسایتد، به هیجان میاره که آقا let's do something، یه کاری بکنم. پس اینی که از قبل گفتن ایم این انیلی میلی، اگر من به فکر خودم نباشم که به فکر منه، یعنی این که
تنها کسی که میتونه من رو بیدار بکنه خودمم. گمارا میگه یه سوزنی که آدم به خودش میزنه از 100 تا جوالدوز که مردم به آدم میزنن تأثیرش بیشتره، بیشتر در انسان درد و بیداری پدید میاره. اینکه خودش به خودش تشر بزنه، نه اینکه دیگران با آدم تشر بزنن، غرور آدم هی اوج میگیره، اما خودش به خودش تشر بزنه، غرور خودش رو هی رام میکنه. پس میگه انسان باید در زندگی حشبان هنفش داشته باشه، بعضی موقع بشینه در خلوت در تنهایی کلا خودش رو قاضی بکنه و یه مقدار حساب رسی زندگی و فکری داشته باشه که آیا این عمل من تا چقدر خطا یا اشتباه بود. هیچ کسی کامل نیست، No one is perfect. بالاخره یک خطایی پای پرونده ما هست، اما تا چند درصد اونش دیگه فرق داره. ولی هیچ کسی جایز الخطا نیست، هیچ کسی پرفکت نیست. همه تو گمارا مسخت براخود مسخت آوت میگه چی؟ هر موقع دو نفر با جنگ و دعوا با مخلوقت اومدن پیش شما برای قضاوت، از در ابتدا هر دو رو مقصر بشمارید. میگه به چشم رشاییم ظالمین بهشون نگاه بکنید، تا این حد اینها مقصرن. مبادا که بخوایم بگیم چی؟ این نه بابا مذهبی، این عمری ازش گذشته، این نمیدونم آدم معروفیه. میگه موقعی که دو نفر بحثشون رو میارن پیش تو، هر دو باید در نظر تو مقصر باشن. چرا؟ چون اگه یک نفرشون کوتاه نیامده بود یا اومده بود، کار به اینجا نمیکشید. پس تو هر بحثی، مخصوصا بحث های ادامه دار، هر دو مقصرن. یک اشتباهی از هر دو داره سر میزنه، فقط ما چون نمیخوایم اشتباهمون رو قبول بکنیم هی سرپوش دامن میزنیم دلیل و برهان های مختلف میاریم. پس برگردیم اینجا، انسان باید خودش در خودش یک انگیزه برای بهتر بودن، خوب بودن، زهیرود و یا زریزود پدید بیاره. پس نمیتونه واقعا آدم امیدش به هیچ کسی باشه، حتی امیدش به خداوند هم نمیتونه باشه، چون خداوند میگه تا یک مسیر راه من باهاتم، بقیه مسیر رو خودت بر رو پای خودت وایسی. و همین دلیل به ما میسوت رو داد. اگر قرار بود که تماما خداوند دست ما رو میگرف از اول تا آخر، دیگه چرا به ما پاداش بده؟ چرا به ما سخا مزد بده؟ بگه تو کاری نکردی، همش من بودم. ولی هنوز خداوند خودش رو پنهان میکنه، میگه ببینم تو چی کار میکنی، تو آیا زهیروت و یا زریزوت به خرج میدی یا نه. و امنام شیخل حقبیر هایت اوررود هزهو هایستکلوت برو و حتو بود شهرش بارخو و سیم آدم بخول اد و بخول شهر و هنیفلاود اگه دلوت شو سیمم اد هلداد هایام آخرو. بعض موقع هست که بالاخره جرقه باید یک ذره بالا بگیره این شعله تا بتونه این گاز یا این چوب یا این نفت یا این سوخت رو مشتعل بکنه، منفجر بکنه. بعض موقع یه جرقه کوچیک کمک نمیکنه، باید یه جرقه چی باشه؟ بزرگ باشه. بعض موقع هست که این فندک ها انقدر تک 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 آدم باید بزنه تا یه باره اون گاز یا اون بنزین یا اون سوخت چکار میکنه؟ روشن میشه. فقط با یه بار تک تک یه جرقه نیست، این که آدم یک بار یه دیوره تورا گوش بکنه، یه بار یه شیور تورا بره، یه بار یه پند و اندرز، یه بار با دیگری هم دردی بکنه، با یه گل بهار نمیشه. بعضی موقع احتیاج به یک شعله جرقه بیشتر داره. میگه چطور انسان میتونه در خودش این بیداری رو لحقبیر بیشتر بکنه، بالا ببره، که اون موقع واقعا اون حالت اشتعال، انفجار، احتراق، حرارت، موتیویشن درش پدید بیاد که بخواد
واقعا پایبند باشه، هم زهیروت و هم زریزوت داشته باشه، میگه عامل اصلیش حق شناسی. کسی که انقدر خداوند رو در زندگی خودش شریک بدونه که تا چه حد خداوند تا الان به من خوبی کرده، تا الان دست منو گرفته، تا الان کمک کرده، تا اینجا منو رسونده، از هنگام تولد، بعد از زایمان، بعد از ازدواج، بعد از تحصیل، بعد از مسافرت. این که آدم نگاه بکنه به گذشته و ببینه تا الان چقدر خداوند بهش کمک کرده، خود این حق شناسی و شکرگزاری آدم رو بیشتر بیدار میکنه که میگه قدر خدا رو داشته باش، بهش پشت نکن، حرفشو گوش کن، حرفشو ارزش بده، مگه نهید تا چقدر بهت کمک کرده. این که انسان از یه داروی انقدر ممنون باشه که چقدر کمکش کرده که دیگه خدا رو شکر نه سرفه میکنه، نه عطسه میکنه، نه دماغش گرفته، نه به معنی این که ببینید چقدر این دارو تو زندگیش موثره، معلومه که یه جای امنی میذاره، جلوی دست نمیگذاره، ازش نگهداری میکنه، نمیگذاره بریزه، نمیگذاره خراب بشه و الی آخر ازش مواظبت میکنه. میگه همینطورم موقعی که آدم قبول بکنه که خداوند تو زندگیش تا چقدر کمکش بوده، معجزاتش، چقدر دلسوزیش، چقدر نعماتش، برکاتش، چقدر کمک پنهانش تا الان اون رو به اینجا رسونده، اون موقع است که موقعی که میخواد این دارو رو مصرف بکنه با اطمینان کامل این دارو رو مصرف میکنه. این دارو گفته اول دو قطره بریز، بعد چهار قطره آب، that's it. دو قطره بعد چهار قطره آب. چرا؟ چون انقدر به این دارو ایمان داره که هر چیزی که طریقه و قانونشه رو رفتار میکنه. همینطور هم کسی که به خداوند ایمان داره که تا چقدر میتونه کمکش باشه تو زندگی، چون تا الان چقدر کمکش بوده، قانون خداوند رو رعایت میکنه. نه کاری داره که اسمشو میذارن مذهبی، نه کاری اسمشو داره میذارن حردی، داتی، نمیدونم شمر شبات، کاری به این چیزا نداره. آقا من یه داروی احتیاج دارم، اونم دست خداست، تا الان بهم داده، میخوام هم همیشه ازش بگیرم، پس چرا ولش بکنم؟ میخوام دنبالش بکنم. کاری نداره که خودشو جزو گروهی بدونه، ندونه من ارتودکسم، نیستم، ریفورمم، هستم، نیستم، اصلا کار بینو نداره. من احتیاج به دارو دارم، اینم طبیبمه، هرچی بگه انجام بده. خیلی ساده. انقدر خداوند تو زندگی ما کمک بوده و هست و خواهد بود، دلیلی من دیگه ندارم که بخوام خودمو قانع بکنم که آقا میسلوتو نگه دارم یا نه، بخوام هی توجیه بکنم بگم خب پس اینا که نگه نمیدارن چی؟ اصلا من چیکار به اونا دارم؟ من از این دارو خدا رو شکر دارم استفاده میکنم هم و کمکمه، حالا دیگران جور دیگه یه داروی دیگه استفاده میکنم به من چه؟ معلوم نیست آخرش چی میشه. شما میدونید دو تا چیز تا هر خیابونی داره بیشتر و بیشتر باز میشه، یکی داروخانه است، یکی هم اسموک شاپ، مغازه های وید و اسموک شاپ. و تو هر خیابونی شما تا یه مغازه خالی میشه اولین مراجعینش این دوتا هستن، آقا برای فارمسی یا برای اسموک شاپ، چون الان ایناست که پول توشه دیگه. این چویز طرفه، هر دوش هم مسکنه، همین داروه هم ماریجوانا. البته اینا خاطره نیست و کلن داره میگه. این که شخص میخواد چه راهی رو تو زندگی دنبال بکنه، راه اشتباه یا راه صحیح، هم راه اشتباه انسان رو موفق میکنه، اینو باید قبول بکنیم، هم راه درست آدم رو موفق میکنه. فقط راه اشتباه آدم رو مثل آبشار موفق میکنه که میره 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 میرسه یه جایی که دیگه بیشتر نمیشه، بنگ میخوره پایین. اما راه صحیح آدم رو روی زمین موفق میکنه، همینجوری ادامه دار همینجوری میره.
همینجوری ادامه دار میره، ورتیکال یا هوریزنتال. میخوایم هوایی پیشرفت بکنیم یا میخوایم زمینی؟ پس اینجا هارا میگه تا آدم یک دلیلی برای خودش نداشته باشه که خودش رو پایبند قوانین و میثبوت بدونه، نه درش زهیروت پیش میاد، نه زریزوت، نه پرهیزکاری، نه پرکاری، نه همت و سعی و تلاش، نه خودداری. چرا؟ چون دلیل نداره. برای چی؟ مثل کسی که سیگاری نیست بهش کم ببین میتونی از نیکوتین هم استفاده بکنی، من احتیاج ندارم به نیکوتین یا به توتون یا به تنباکو یا هر چیزی. چون احتیاج رو حس نمیکنه، دنبال چیز دیگه هم نمیره. کسی که احتیاج خداوند رو تو زندگیش حس نکنه، کوهی به اوس میادی، قدرت من، عقل من، شهرت من، تکنولوژی من، نمیدونم آیفون من داره کار ما پیش میبره، چی کار خدا دارم که حالا قانون رو رعایت بکنم یا نکنم، یا اصلا کلاس برم یا نرم، وقت برای تورا بگذارم یا نذارم؟ من که با تورا و خدا کاری ندارم. که کسی که احتیاج خداوند رو در زندگی خودش حس نمیکنه، هیچ نوع مسئولیتی، هیچ نوع ارتباطی نسبت به خدا حس نمیکنه، به همین دلیل نه زهیروت درش هست و نه زریزوت. پس میگه انسان نمیتونه بدون خمیر مایه چیه؟ فطیره. انسان نمیتونه بدون بیداری یا بدون هیچ احساس احتیاج به خداوند دنبال خداوند باشه، حرف شنوای خداوند باشه. به همین دلیل اگر شما یه نفر خواستین دیگه به تورا، به میسود، به دین، به آیین جلبش بکنین، از عقب به جلو نرین، بگیم باید شبات نگه داری، باید میسود نگه داری، اگر نگه نداری چی به سرت میاد؟ اینها ما داریم از کلاس چهارم بینیم کلاس اول، بعد از کلاس اول شروع بکنیم. میدونی که خداوند چقدر میتونی تو زندگی تو موثر باشه و تا چقدر میتونی با خداوند موفق باشی؟ اول از کلاس اول شروع کنیم، احتیاج خداوند رو در زندگی به شخص نشون بدیم. بعد میگه خب آیا این در خدا رو زدن خرج نداره؟ میگه چرا، مسئولیت داره. چیه؟ میسود. ولی عوضش با میسود میتونی زندگی راحت داشته باشی، با خدا باشو پادشاهی کن. خیالت جمعه که چون تو با خدایی، خدا هم با توه. هشم سیلخا، خداوند سایبان توه. پس هیچ کسی شما ندیدید بدون این که چتر دست بگیره تو بارون بخواد یه چتری بالا سرش باشه که خیس نشه. میگن آقا تو چتر رو بالا سرت نگه دار، اون موقع چتر کارشو میکنه، از بارون تو رو نجات میده، خشک میمونی، خشک میرسی، تر نمیشی، خیس نمیشی. اول باید خدا رو بالای سر خودمون نگه داریم تا اون پناهش، حفاظتش، برکتش شامل حال ما بشه. اگر نخواهیم با خدا زندگی بکنیم، با خدا راه بریم، هیچ همراهی خدا و همزیستی خدا رو تو زندگی نمیتونیم حس بکنیم. اون موقع است که خودمون رو موظف، کمیتد به انجام فرامینش نمیدونیم. اون موقع است که بگیم حالا مگه چیه؟ حالا من یه ذره این رو اینوری کردم، حالا مگه چیه؟ زهیروت نداریم، پرهیزکاری نداریم، مواظب فکر و عقل و دانش و عمل و رفتارمون نیستیم. حالا یه حرفی زدم، یه کاری کردم، یه چیزی شد، یه چیزی پیش اومد، مگه چی حالا؟ هیچ نوع حالت ارزشیابی برای حرف خداوند در اون پدید نمید. پس میگه اولین قدم
جرقه که انسان رو هی بیشتر مسئول میکنه، بیدار میکنه که با خدا باش و پادشاهی کن، این که احتیاج خداوند رو تو زندگیت پی ببره. و این دلیلی بود که خداوند 10 ضربه به مصری ها زد. این بند خدا مصری ها با 1 ضربه قرار بود از بین برن و اونم ضربه 10 بود، ضربه اولزادگان. میدا کنگت میدا، خداوند گفت تو به فرزندان من قوم اسرائیل بنی بخوری، فرزند اولزاده من ظلم کردی، منم فرزند اولزاده تو رو هدف قرار میدم. اما چون پرعو گفت می هشم شنی اشما بکلو، خداوند کیه که من بخوام بهش گوش کنم؟ خداوند آمد با 1 تیر 10 زد. 9 ضربه اول رو بر مصر وارد کرد که تن مصری ها و اسرائیل ها بلرزه، بدونن با کی طرفن، قدرت خداوند، معجزات خداوند چیه. که موقعی که دیگه لحظه آزادی فرا رسید، فوراً چیکار بکنن؟ از در نجات فرصت آزادی استقبال کنن. و راستشو بخواید، هیچ پلن خداوند بدون کمکاری ما نیست. همیشه تو نقشای خداوند ما یه کمکاری نشون میدیم. با اون چی بود؟ با این همه قدرت نمایی خداوند هنوز 80% اسرائیل ها تو مصر باقی موندن و مردن، 20% فقط نجات پیدا کردن. و اون 20% هم در عرض 40 سال بیابون از بین رفتن، مخصوصا از پاراشای نفته، پاراشای مرگلیم. انقدر ما به خودمون جرأت بدیم که چوب لا چرخ خداوند بگذاریم، نقشه و پلن خداوند رو هی بخوان به هم بریزیم. از آدم آریشان که خداوند گفت از این همه درخت برات فراهم کردم استفاده کن، از این یه دونه اتصدت نخور. اتفاقا گفت همونه که گفتی نخورم و میخوام بارم. لجبازی. ما نقشای خداوند رو به هم میریزیم. خداوند گفت من سرزمینی به تو میدم، زبط حالا ادواش. رفتیم اونجا بت پرستی، خداوند ما رو از اونجا به گالوت فرستاد. گفت من به تو تورا میدم، هر سینای نصب نشمه، رفتیم گوساله پرستی. گفت من بهتون بیت المقدس رو میدم، بیت المقدس رو به خاطر خودمون خراب کرد. بار دوم بهمون فرصت کشور اسرائیل بیت المقدس بیت شنی رو داد، باز دوباره با اشتباهاتمون خراب شد. 2000 سال میگذره، هنوز تو گالوتیم، گالوت به گالوت هی داریم هجرت میکنیم، هولوکاست و الی آخر، هنوز دست بردار نیستیم که بگیم خدایا بیا بشینیم. نیچه تو از گذشته ما بگذر، ما هم از گذشته میگذریم. از اول ارتباط، کانترکت، یک قولنامه جدید همکارمون شروع کنیم. آیا حاضریم؟ نه، من خودمون میگم آیا من حاضرم که بیام کاملا 613 فرمان رو از صبح که از خواب بلند میشم تا شب که میخوابم رعایت بکنم؟ شما که میکنید تو خواب؟ البته در توانمون نیست. حتی اگرم در توانمون نیست، هنوز تلمود تورا کنگت کلام، کسی که تورا و هلاخای هر میسوای رو بخونه مثل این که اون میسوا رو انجام داده. من بیام هلاخوت قربان پسخ رو بخونم مثل این که قربان پسخ رو بردم. ز تورات ها اولا، هر تورایی خداوند میگه مانند عمل انجام شده قرار میگیره. پس برگردیم اینجا، اگر ما واقعا چشممون رو باز بکنیم، مخصوصا تو دوره ما اتفاقاتی که داره توی دنیا میفته، نه اسمشو بذاریم پالیتیکس، نه اسمشو بذاریم اکانومی اقتصاد، نه اسمشو بذاریم
هیچ اسمی براش قائل نشین، فقط و فقط بگیم چی؟ عظمت و بزرگی خداوند. پریه. اینکه کجا سیل میاد یا اینکه کجا گلبارون و باغ میشه، فقط بزرگی هشم، حیات هشم تقصا. و دیدیم تو پاراشای هفته کاملا داره طبیعت انسان رو تورا به ما یاد میده. میگه آدمی که بهترین موضوع هم در جلو چشمش باشه، ولی چون نیتش نیست، کواناش نیست، میلشو نداره، یه عیلی میذاره روش، یه بهانه میگیره، میگه نه تقصیر از اونه، تقصیر از من نیست. اگر واقعا مراگلیم اینجوری حس کردن، آقا راست شو بخواید ما رفتیم تو این سرزمین ارس اسرائیل، چشتون چی نبینه؟ روز بعد نبینه. آدم های قولپیکر، آدم خور، ارس اخلت یوشوه ها، اگر با وجود این همه بدی که از ارس اسرائیل میگفتن، آخرش میگفتن آقای بیایید ذره تفیلامون رو بیشتر بکنیم، بیایید ذره از خداوند بیشتر تقاضا بکنیم که اونها رو پیشا پیش از بین ببره که ما راحت تر وارد بشیم، نیمدن. گفتم خداوند سوء زن داره، خداوند نظر منفی داره، این همه عصبانیش کردید، فکر خداوند به این سادگی میگذره؟ داره دستی دستی میبردتون توی چا که تقاسشو از ما بگیره اینقدر عصبانیش کردیم. اومدن خداوند رو جلوی جماعت بدنام کردن. اون موقع بود که خداوند اون 10 نفری که با همچین برداشت و دیدگاه منفی مردم رو تحریک کردن همونجا مجازات کرد و بقیه ملت رو که گول اینا رو خوردن و نشستن شبونه در چادرشون گریه کردن مجازات کرد. من و شما هم جزو مجازاتی. چرا؟ خداوند گفت شب تیشا بآب موقع که مرگلین برگشتن شما به خیاشل حنام گریه علکی کردید سردلی. من یه کاری میکنم هر تیشا بآب گریه به حق اصلی بکنید، که هنوز که هنوز ما هر تیشا بآب برای خرابی به تمیق داشت، خرابیت به تمیق داشت اول دوم و الی آخر، این همه قتل عام ها و جنایت ها و کشتار هایی که از اسرائیل شده، میشینیم و عشق میریزیم یا نوع سرایی میکنیم. من و شما هم جزء شده. پس به ذات هشم درس امروز ما این شد، اگر میخوای نسبت به کسی، چیزی، موضوعی، دیبوت فداکار باشی، پایبند باشی، باید ارزشش رو در زندگی خودت حس بکنی. اگر ارزش همسرت، شوهرت، زن بچه‌ت، خواهر برادرت، مادرت، اطرافیانت، اگر ارزش اونها رو اول تو زندگی خودت حس کردی، همکاریت هم با اونها خیلی بهتر میشه، دوستیت، همفکریت. اما اگر متاسفانه از همدیگه احساس جدایی کردیم و فاصله، که نه من چه کار این دارم، اصلا من بدون اونم میتونم، اون اتفاقا هی با من کار داره و من فلان، من خودم میتونم، خودم، این که هی خودمون رو میخواییم مستقل تر در نظر خودمون جلوه بدیم، داریم ارتباطات قلبیمون رو هی کمتر میکنیم و به جای همکاری دشمنی داریم پدید میاریم، لجبازی پدید حتی با خداوند، حتی با خداوند. پس بذرتشه برای اینکه زهیروت و زریزوت بیشتری تو زندگی داشته باشیم، پایبندیمون رو به حرف خداوند بیشتر نشون بدیم، باید احتیاج اون رو تو زندگی خودمون بیشتر حس بکنیم. با این خاتمه میدم. بحثی بود که در سعود شلیشین شبات داشتیم که از حرام زرگرین رو من یاد گرفتم،
که بعض موقع هست که آدم پیش خودش برای سوال پیش میاد، میگه چه فرقی بین منی که میثبت و انجام میدم تا حدودی با دیگری که اصلا و ابدا کاری به میثبت نداره و اتفاقا جلوتر من هم. چه فرقی؟ این همه آدم سوار هواپیما میشن، شما میبینید مذهبی ها سیدور در میارن، تفیلت حد درخ میخونن دعای سفر، بقیه حتی استرالا شن انگار انگار دنبال کانال های تلویزیونی میگردن، نه تفیلت حد درخی، نه ایچی، نه اینکه طرف یادش میره، نه اصلا، هر دوام قشنگ به مقصد میرسن و تاکسی یا ماشینشون مسافرتشون رو ادامه میدن. پس چه فرقی بود بین این که خون تفیلت حد درخ با اون کس که نخوند؟ حراب از قول اخامیم جواب دادن، گفتن اون کسی که تفیلت حد درخ میخونه خداوند بهش لطف میکنه، اون کسی هم که نخونه هنوز خداوند بهش لطف میکنه، اما اون کسی که میخونه انقدر خداوند دست و دلبازه تا ازش بخوایم برام بدون چشم داشت برآورده میکنه، یعنی از خودمون کم نمیکنه، میگه تو از من کمک خواستی صد البته من برات انجام میدم، اما اون کسی که نمیخونه هنوز خداوند کمکش میکنه اما از خودش کم میکنه. یک بار است که بعد چند وقت میبینه زخوتاش ته کشید، همه چیز داشت خوب پیش میرفت، یه باره ماشین دیگه استارت نمیزنه. چرا؟ چون بنزین دیگه تموم شد، دیگه اون کمک الهی که تو زندگیش بود دیگه نیست. چرا؟ چون زخوتاش ته کشید، مجانی مجانی از خداوند کردیت کارت دیگه that's it. و هم در موقعی که آدم تفیلا میخونه یا تشکر میکنه یا با خدا من راز و نیاز میکنه، مثل این که داره در خدا رو میزنه، خدا هم میگه شور صد البته، چه پدریه که برای فرزندش کار نکنه بدون چشم داشت. ولی کسی که میگه نه وادیوانی داشتم چیکار به خدا من، احتیاج به خدا من ندارم من، و هنوز داره زندگیش میگذره، خداوند هنوز به یه دلیلی داره بهش کمک میکنه، اما داره روز به روز از زخوتاش کم میشه. پس این که آدم هم میتونه موفق باشه هم میتونه زخوتمند باشه، به شرط اینکه احتیاج خداوند رو تو زندگیش حس بکنه، و همین باعث میشه که پایبندیش، زهیروتش و زریزوتش به خداوند بیشتر بشه. عشان کمک کنه که به زرچه میتونه به اون درجه برسیم. بفرمایید. میگن آدم وقتی چیزا نمیبینه باور نمیکنه. درست. سو باید ایده خوب بود اگه هاشم خودش برو خوب نشون میداد چه ماجرایی هست تو عالم هوا، مجازات چیه، ریوردات چیه. اگر نشون میداد نه 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 رمحل رمحل میگه اصلا کاری به اون دنیا نداشته باش، تو زندگی خودت الان صبح از خواب بلند میشی تا الان 30 سال 20 سال 40 سال 60 سال از عمرت گذشته، آیا احتیاج خداوند رو تو زندگی حس میکنی یا نه؟ اصلا کاری ما به عالم هوا نداریم. الان چی؟ الان آیا میتونی قبول کنی که خداوند دستتو گرفت که تا اینجا هم اومدی؟ خب پس چیکار به عالم هوا داره؟ میگه آدم خودش تا چشم خودشو باز نکنه، یه ذره آب نذره به صورتش که خواب از سرش بپره، تا خودش باعث بیداری خودش نشه هیچ کسی نمیتونه این کمک رو بهش بکنه، جرقه اول رو خودش باید بزنه. حالا هر چقدر جرقه بیشتری باز موقع لازم داره نو پرابلم، بیشتر ببینه خداوند تو زندگی چقدر بهش داره کمک میکنه. صد البته، فقط بعد این احساس کمک خداوند رو نذاره سرد بشه در خودش، همچنان حفظ بکنه، با عصبانیت، با حسادت، با افسردگی، با اینها نذاره سرد بشه، هنوز بگه خدا با منه، هشم کمک کنه که به زرچه من درجه برسیم. بارو هشم لولم آمین و آمین.